سلام، به هر ساعت خبر از یک خوش آمدید. مشروع خبرها. خبرگزاری باختر گزارش داده است که 104 خانواده از پاکستان و ایران اخراج شدند. بر اساس این گزارش، این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی در ولایت‌های هرات، نیمروز، قندهار و ننگرهار وارد افغانستان شدند. گفتنی است که بر بنیاد خبرنامه ملل متحد، مقام‌های پاکستانی پیش از این در دیدار با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان گفتند که آنان روند اخراج اجباری مهاجران افغانستان را متوقف می‌سازند. سرپرست وزارت خارجه امارات اسلامی با رئیس یونما در افغانستان در مورد پیگیری نتایج نشست سوم دوحه دیدار و گفتگو کرده است. در این نشست همچنان در مورد آینده روابط میان امارات اسلامی و سازمان ملل صحبت شده است. امیرخان متقی در این دیدار گفته است که نشست سوم دوحه نتایج ویژه‌ای نداشت و خواهان حضور بیشتر مقام‌های این حکومت در نشست‌های بعدی شده است. سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان تحت حاکمیت امارات اسلامی به پناهگاه امن برای گروه‌های داعش و القاعده تبدیل شده است. کمیته تحریم‌های شورای امنیت این سازمان در گزارش جدیدی برای اساس اطلاعات کشورهای عضو گفته است که گروه‌های توریستی در برخی ولایت‌های در افغانستان با امارات اسلامی برخورد دارند. امارات اسلامی اما تاکنون در این مورد گزارش یا واکنش نشان نداده است. تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود نام‌های بیش از 60 مقام امارات اسلامی را زیر تحریم‌های بین‌المللی قرار داده است. در این میان این تحریم‌ها چهره‌های کلیدی و مقام‌های ارشد اعضای کابینه حکومت سرپرست قرار دارند. امارات اسلامی تا حال در این مورد اظهار و نظر نکرده است. مراسم سالانه شیرخوانی زیر نام یادبود از شهیدان با شراک ده ها شاعر، نویسنده و مسئولان محلی در ولایت فرا برگزار شد. مسئولان اطلاعات و فرهنگ ولایت فرا هدف از برگزاری این مراسم را ایجاد اتحاد و همبستگی دانستند. مقام‌های امنیتی جوزجان به تلویزیون یک گفتند که در دو ماه پسین نزدیک به 100 تن در ارتباط با جرایم جنایی گوناگون بازداشت شدند. افزون بر این، بیشتر از 100 جریب زمین کشت مواد مخدر تخریب، 40 تن در پیوند به استعمال و فروش مواد مخدر بازداشت و علاوه بر این، دو کارخانه تولید الکل با 20 کیلو مواد مخدر کشف و ضبط گردیده است. در همین حال، شهروندان جوزجان از تلاش‌های نیروهای امنیتی در راستای تامین امنیت مردم و مبارزه با مواد مخدر قدردانی کردند. این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد. با بقیه برنامه های یک همراه باشید. خدا نگهدار.